عرب ها بتهایشان از بتهای موتو کده بسیار زیاد بود. 360 بت در اطراف مکه بود و در منطقه بتها بود و در خانه به خانه، در خانه مردم مکه قریش که میرفتی در هر خانهشان صاحب در سر دیوالش بت، در اونجا کنج اولیش بت، در اونجا بود. یا مجردی که اسلام قبول کردن این بتها را کاملا از بین بردن، فرهنگ دختر زنده بگور کردن از بین بردن، فرهنگ دختر فروختن از بین بردن، فرهنگ های جاهلیتی که آثار جاهلیت بود از بین بردن. او فرهنگ ها و او عاداتی که از دین ابراهیم علیه السلام گرفته شده بود او را ماندن. فرهنگ خوبش هم بود، شجاعت، دفاع از غریب، دفاع از مسکین، این چیزا را ماندن. اما فرهنگ های زشت و خرابی که بود ایرسک ترک کردن. اما در بسیاری از کشورها مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل هندوستان، اینجا مردم چی کردن؟ یا گفتن نیست، هم من مسلمان هستم، هم سای من پشتون هستم، هم ز پختونیم، هم ز مسلمانیم، ز خپل پختو ساتم. چرا کم پختو ساتی؟ دختر خودم میفروشم. برای همین لسه که در خانه مردم افغانستان دری زبان و پشت زبان و ازبک دختر خدا مسلمان هستی، خوب مسلمان هست، حتی عالم هست، مولوی هست، دختر خدا بری بجبوی که مولوی سید همین دخترت میخوایم برای بچه بگیرم، میگه 5 لک روپیه تویانش. ببینه در اسلام تویانه هست، مهر هست، در وادی نکاح تعیین میشه و او باز برای دختر داده میشه. یک مقدارش اگر وسش رسید عاجل برش میده، یک مقدار در یک وسش نرسید باز طول زندگی خود 5 سال بعد 10 سال بعد برش میده. 50,000 تعیین میشه و المهر علی ما تراضیه برای زایت جانم. این میگه نه 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 نه، ما 5 لک روپیه جیبای خود پر میکنم. پس مردم افغانستان چی شد؟ عادات خود هم در اسلام داخل کردن. نوروز خوب کل مردم میفهمه، کل ادبا میفهمه، کل مولوی ها میفهمه که این تاریخچه نوروز عین میگرده با کجا؟ با اونمو پادشاهای قدیم فارس مجوسی ها بودن و عید مجوسی ها هست. و امروز هم آتش پرستا مثلا او رو به نام عید خود یک فرهنگ مقدس و لکن مردم افغانستان سن اتو ما کم هستن که اینجا مردم فرهنگ خود یک جوی چتل که در اسلام ما داخل کردیم چی است؟ فرهنگ غلط افغانی ماست. قرآن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه اگر بیوه وقتی که شوهرش فوت کرد بعد از اون اگر میخواد در قسمت نفس خود تصمیم بگیره، آیت قرآن است که شما ایره غرض نگین، بگذارین شما هر کس شوهر اختیار میکنه. ما میگم که اوه اوه بیوه ما را یا باشتو که خرد خود میشانن یا بیوه حق نداره ای چوی نکنن، این نمیشه بشینه. او نصیب بسیاری بیوه ها در افغانستان زنا میکنن، بسیاری از بیوه ها است که اولاد زنا پیدا میکنن و علتش چی است؟ علتش اونمو غیرت جاهلانه است که مردم افغانستان از خدا و از پیغمبر که تل آیاز بالله خدا با غیرت بیده. الله میگه بر بیوه اجازه هست که شوهر بکنن، مردم افغانستان میگن این نیست، میگه من مسلمان هستم. این مسلمان است؟ ابدا. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وقتی که حکم الله ثابت شد و تو گفتی که نیم ما اینجا حکم الله را قبول نمیکنیم. ما در یک مجلس شیشته بودم، مسئله بیوه بود، خوب رفتیم میگم شیشته من رو خواسته بود چی گفت؟ پس گفتیم من برشان دین تشریح کردم. یک نفر بر من گفت که والا استاد ما خفه که اگر من دلت اسلام نکو دلت پختو کو. ما وشت برام گفتم خلاص تاسو چی پختو کوی؟ ز پختو نشم کوی، زکه چی پختو قوانین در جاهلیت قوانین، قوانینی که در فرهنگ پشتو و دری و ازبکی هست. خفه نشین، ما خفه کیگی داد جاهلیت قبل اسلام ده. اسلام میگه، قرآن میگه و فی القصاص حیات، در قصاص چی هست؟ زندگی هست. باید قاتل کشته شون. قوم ما و مردم افغانستان چی میگن؟ میگن یه 3 تا دختر بتی باز قاتل بره رخصت است. این اصلا بدگیری اینال مردم غیر مسلمان. مردم غیر مسلمان قرآن بد نمیگن، که قرآن جنجال ندارن. کافرها قرآن سنت صحیح را برش بتی قبول میکنن. چطور در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و آله مردم روز به روز مسلمان میشد؟ و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. امروز به خاطر چی کافر میشن؟ به خاطر ازی کافر میشه که مثلا یک نفر برام زنگ میزنه، یک نفر برام میای میگه که سای فلانی نفر لندن رفته و نصرانی شده. چرا نصرانی میشه؟ بچه مولوی صاحب هم است. چرا بچه مولوی نصرانی میشه؟
میگه به خاطر از اینه که من این دین پدرم قبول ندارم، دینی که خیرات خوری است، دینی که اسقاط خوری است، دینی که تمام روز در ختم پنج سپاره بگو میخوانم تو یک سپاره میخوانی چهار سپاره دیگه شد دروغ تیر میکنی، دینی که سر غریب و بیچاره مسکین چال جور میکنی به نام فال و به نام تاویز از جیب ازو پیسه میگیری، دینی که مثلا مردم در چشم مردم مدرایی کت کافر دوستی میکنی و باز بر مردم میگه که این دین اسلام است، از اینی دین مردم متنفر میشن.